چی بیاد به این نیکا رو سریشون نشون بده اینا؟ دیگه نشون نمیدن، حرفشو بزنن، حرفشو نمیزنن. آقا پیش از اعدام مجید رضا رهنورد چی گفت؟ اصلا بپرسین چی گفت؟ خودشو میزنه به کری، چه برسی میان نشون بدن به گوش شما برسونن که اینا چی گفتن؟ حرف های اینا حرف های پیامبر گونه بود. کارشون کار روشنگر نوپرداز بود وقتی که نیکا رو سرش میسوزونه. این روسری سوزان رو چرا نمیگید مردم؟ رسانه چرا نمیگید؟ یاد باد یاد یاران روسری سوزان کتاب تازی را به دور انداختن. یاد باد یاد باد. حالا اونی که بخواستم این روز شما بگم اینه که ببینید عزیزان من 124 خوب گوش کنید، این تقسیم بر 80 میلیون ایرانی بکنید، 124 هزار میلیارد تومان شما رو در سال سه جا خرج میکنن. حالا بقیه رو ول کن، همین سه تا رو بگیر و چونج بشین چرتت بزن. ای مهربان یار عزیز، ای ناظرین من، 124 هزار میلیارد دلار در سال میدن به نهادهای مذهبی. نهادهای مذهبی کدوم ها؟ هیئت سینه‌زنی ابوالفضلی ها، هیئت ولی عهد، تلویزیون فلان، امام ائمه، جماعت فلان، جواد الائمه. عجب روزگاریو که 2000 نمیارزه 124 میلیارد. خرج آخوندسازی، آخوند بسازن، درس بدن، از آفریقا و آمریکای لاتین و همه جای دنیا بیان تو ایران آخوند میخوان بشن، مفت بخورن، مفت بخوابن، حقوق بگیرن، با جیب تو 124 هزار میلیارد خرج حماس بکنن و عملیات تروریستی، خرج جهاد اسلامی بکنن که بگن ایرانیا کافرن و بایستی کشتشون و ایرانیا فلانن. و تو عزیزم تو کجایی؟ تو کجایی قربونت برم مهربان یار من؟ تو کجایی بگو، نمیدونم کجایی. حالا اونی که خیلی مهمه میخوام بهتون بگم مؤثر واقع بشه اینه که ببینید همه تون سپاس رو بلدین، سه تا رو باید پاس بدارید. سپاس که میگیم بهتون گفتم حالا دیگه همه گیر شده همه دارم میدونید سه تا چیز رو باید پاس بدارید بهش برم نمیگیم سپاس. سپاس سپاس نیکی در پندار گفتار و کردار. سپندار و گفتار و کردار نیک فریدون فرخ فرامند شد. خرد پیشگان نیز از راه او برفتند تا دیو در بند شد. از این سه به جوی راه جنات عدن، رهی که از عدن تا خداوند شد. این رو سالها پیش بود، من در بیروت بودم و کتاب از میترا تا محمد رو می نوشتم به عنوان تزم. گفتم اولش چند خط شعر بذارم، این رو نوشتم گذاشتم اونجا. در ابتدای کتاب از میترا تا محمد اومد. شما یکی خواستین امتحان کنید ببینید سواد داره یا نداره. عجب روز همین رو بزنید جلوش ببینید بدون همین چرخچه رو بخونه یا نه. خلاصه حالا این نیکی، این سپاس سنیک رو ما عکسش هم داریم. یعنی اهریمن اینجاست که اندیشه تو رو که باید نیک باشه، پندار پندارت باید نیک باشه تا به اندیشه نیک برسی، اندیشمند بشی. این رو میاد خرابش کرد و میکنه منحرف. به جای علم و دانش و ترقی و پیشرفت، آقا 100,000 بار تو صلوات بفرست، 124,000 تا برام بگو الله اکبر الله اکبر الله اکبر، 400-500,000 برام بگو سبحان الله سبحان الله، مشکلت برطرف میشه. عجب وقت تو چقدر باید خنگ باشی، خنگ که بیایی ورد بگی بجای که باشی بری علم دانش بزنی روی گوگل در فلان چیز فلان چیز. الان دیگه راحت شده دانش به دست آوردم، الان اگه دانش به دست آوردم نمیخواد بری کتاب بخری، پول خرج کنی، بخونی،
حتی شفاهی هم بهت میگه، خیلی از کتابای سیاه شرفس هم شفاهی هست، روی همین iran.pm که برید میتونید گوش کنید. سپاسگزارم به یارانی که این کار کردن هستم. خب وقت شما به خاطر که ذهنیتت رو پر دانش و علم و تکنولوژی و سخنان مدرن بکنی، پر میکنی از پهن. پهن آقا اون ورد بخون، این آیه رو بخون، این خوره رو بخون، این کار رو بکن، آقا کربلا فلا بکن، نوه بخون، وقت همجور عقب افتاده و بدبخت و بیپول بمون، به که بریم اونقع بهش بهش نیست. خل آدمی که میمیره میره تو اونجا خاک میشه، کجا زنده میشه؟ عجب روزگار. اون روحه، روانه، اون اتم بدنه، اون فرده ایزدیست، خارج میشه، میتونه بره گربه بشه، سگ بشه، شغال بشه، گرگ بشه، یه چیزی بشه دیگه. تو نیستی، تمومی. تازه اوی هم که میشه باز دوباره شروع میشه، روز از نو، روزی از نو، یک زایش نو و جدید دیگه و یک بدبختی و فلان که بیشترش بدبختی تا خوشم بشه. بیچاره همین الان پولدار بشین، همین الان عاقل بشین، همین الان دانشمند بشین، همین الان به بچه هاتون برسید. ذهنیتتون رو پر کنید از چیزهای خوب و مثبت. خب حالا پندار، حالا گفتار. گفتارت به جایی که علم باشه، دانش باشه، تکنولوژی باشه، چه باشه چه باشه. آقا غذا خورده؟ الحمدلله رب العالمین. غذا رو ننش پخته بدبخت، نصف روز زحمت کشیده، زنش پخته، سه چهار ساعت زحمت کشیده زنش، اصلا خودت پختی، رفتی از رستوران خریدی آوردی خبرت. باید تشکر کنی از اونی که غذا رو درست کردن، گذار تا الان داری میخوری. الحمدلله رب. آقا الله، ال به اضافه اله دو میلیون بار گفتی میشه اله. وقتی تو میگی الحمدلله یعنی سپاس بت بزرگ قریش رو، سپاس بت بزرگ نیاکان محمد رو. نیاکان محمد و بت بزرگشون در کعبه به غذای خوشمزه که تو خودت مادرت کسی میگه چه لفظی داری که میگه الحمدلله. یا اصلا میگه خب فردا قرار گرفتم دکتر برم انشالله سر ساعتتونم برم. ان شاء الله یعنی اگر بت بزرگ قریش، قریش هم که میدونید قریش کوروش، کوروش قبیله قریش، قبیله بودن که مزدورای ایران بودن. چون مزدورای ایران بودن قبایل زیادی بود، ولی قبیله رو اسمش رو گذاشته بودن کوروش، چون مزدوران کوروش بودن و هخامنشیان. و بعد دیگه قریش، اما کوروش مثل خیلی چیزا عوض میشه، خیلی چیزا توی کتاب قرآن سوره بسک پارسی اون شاید نات کلمات پارسی که در قرآن به کار رفته، اینا کوروش ما رو کردن قریش، میگن قریش. حالا بعد اینا بت پرست بودن، وقتی که کعبه رو، همون خانه کیوان رو ایرانی راه میکنن میرن، اینا نمیدونن که آتشگاه بوده، آتش نور آتش بوده، فکر میکنن توی تراجوار بود، من رو بتخانش میکنن و بت بزرگی داشتن، بزرگترین بت اسمش بوده اله، الله یعنی بت من. خب به تو چه، به اون چه ربطی داره عزیزم؟ قربونت برم، فدای اون قد و بالات برم که تو میخوای فردا بری دکتر، فردا میخوای مدرسه، چهار ساعت دیگه میخوای بری استرخ، میخوای از خونه بیرون بری، بیرون یه چیزی پست کنی، کاری داری؟ انشالله ساعت دو من میام. آقا قرار میذاره با ما؟ آیا بستا انشالله ساعت چی؟ گفتم نه آقا انشالله نداره، انشاء انت، یعنی تو باید بخوای سر ساعت قرارت بیای. دیر میاد؟ اصلا نمیاد. میگه خدا نخواستی. حالا او الله رو هم خدا رو میگیره. آخه خدا به تو چه ربطی داره؟ شما خدا رو هم نمیشناسین. تازه چون خدا رو نمیشناسین میگه آقا خدا چرا رو فلج کرد، رو بی پول کرد، رو پولدار کرد؟ خداوند اگر پول بودن عجب صبری خدا دارد. خب صبر، خدا رو بشناس. خدا اونی که شما فکر میکنین نیست که. هستی کهکشان ها، کسموس میگن اینا، این همه در هستی کهکشان هست و او میاد به موی سر تو و به این که تو قرار داری میری نمیری نمیری. اینا رو باید درست کنین. پندار، گفتار،
گفتارتون، شما همه گفتارتون باطله. هر جا انشالله، الحمدلله، ماشاءالله، سلام 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 سلام، لجم میکنن. حالا همونه که صاحبون گفتن درود میگن لج سلام. خب همه پندار که باطل، گفتار که باطل. روزی صد بارم میگه انشالله انشالله اون کار بشه. آقا به بوته چه ربطی داره؟ تو میخوای یه کاری بکنی، تو میخوای یه کاری بکنی، باید حتما بکنی اون کارو. تو باید منظم باشی در زندگیت، با برنامه پیش بری، کاری که میخوای انجام بدی انجام بدی، نه اینکه بگی اگر اون بت خواست. و موارد بسیار دیگه عزیزان من. از بعدش هم کردار. کردار ما چیه؟ کردار داد میشه جودو، کاراته، کونگ فو، تکواندو. کردارت بده باشه اگه به دختر ایرانی به خاطر یک لاخ موش بیگانه بعثی فلسطینی عراقی نمیدونم کجا، همینه که متعصبن داعشی ها حمله کردن، تجاوز کردن، که فارسی مرد بزنن به عنوان ایرانی، باید بری بزنی اینا رو. تمام ورزش های رزمی که میگن چینی، ژاپنی، اینا کره، همه ایرانی ریشش، ریشه همه اینا ایرانی است. من به خاطر دارم چندین سال پیش دوست عزیزم نازنین دانشمند فرهیخته دکتر مصطفی آزمایش، دکتر مصطفی آزمایش کتابی نوشته بود، تقریبا جزوه وار بود، 20 صفحه، امیدوارم دوباره چاپ کنه در اختیار بذاره با یه سیستم جدید، که آقا عکسهایی رو از نقشینه‌هایی رو از تخت جمشید و جای دیگه آورده بود، گذاشته بود که همین داچی‌های کاراته و رزم‌های ایرانی رو نشون میداد، که مثلا ایران مرده جلوش یک شیر وایستاده، ولی نوع گذاشتن پاها و گرفتن دست‌ها انسانی بود. مثلا اینا هست، اینا نقش و نگاراش هست. اینا رو مصطفی آزمایش به عنوان یک کتاب درآورده بود و ثابت کرده بود که ورزش های رزمی اصلش مال ایرانه. چون میدونید ایران الان، حالا اینا رو ببینید، مطالعه کنید، در ژاپن و چین میپرستن ایرانی رو. اصلا خود چین و ژاپن، ژاپن ریشه ایرانی داره. و اینجا الان نمیخوام من روش صحبت بکنم، الان من روش صحبت نمیخوام، ولی تحقیق و پژوهش کنید. خب کردارمون باید کردار نیک باشه، کردار پاک باشه. پاکی رو بایستی رو نبینیم، پاکی رو بایستی و خوبی رو در جهان گسترش بدیم، نه این که دنبال اربعین و بعد وقت بیچاره اربعین برو برای مهسا بگیر، بیچاره برو گریه کن برای کیان 9 ساله. عکساشو ببینی؟ هر روز میگم باید بگم، خب امام حسین تو سیاوشی که از تو آتش میگذره، سیاوش تاریخ. به خودت، برای بدبختی خودت گریه کن. تازیانی که به ما چه کردن چه کردن شد، بعدم این تازیانی که آقا به خودشون هم رحم نمیکنن، به باند خودشون هم رحم نمیکنن. شما ببینید اصلا اون روز نخست اینها بین عمامه سیاه و سفید هم تبعیض قائل بودن. چقدر آخوند عمامه سفید رو زدن، کشتن، نابود و نابکار کردن، چقدرشون؟